به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام علیکم حضور همه شما خوبان بیننده. انشالله در هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید و سلامی گرم محضر مهمان گرامی من بنو احسان، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. سلام عرض احترام خدمت شما خانم میهندوز و علیکم السلام بینندگان عزیز شبکه اصلاح. ممنون از شما. انشاءالله تشکر. بانو احسان، در ادامه برنامه هایی که هفته قبل با شما داشتیم، امروز قرار هست که با دوستان روی چه موضوعی صحبت بکنیم؟ امروز میخواییم در مورد افسردگی صحبت کنیم. بله. افسردگی چیه و خود افسردگی یکی از عامل ناتوانی انسان‌ها در جهانه. بله، بدون شک افسردگی یکی از شایع‌ترین امراض روانی هست در بین انسان‌ها و طی سال‌های متمادی که متخصصین در عرصه این امراض مهلک تحقیقات انجام میدن، به این نتیجه رسیدن که یکی از عوامل مهم در خودکشی افراد در سراسر جهان محسوب میشه، چنانچه که بین 2-7% افرادی که دست به خودکشی میزنن به مشکل افسردگی و استراب دوچار هستن. پس چه خوب هست که امروز روی این موضوع مهم صحبت بکنیم و در ابتدا خوب هست که ببینندگان عزیز یک تعریفی داشته باشن از افسردگی، که افسردگی چی هست و چه عوامل میتونه در ایجاد این مرض مهلک نقش داشته باشه. بسیار عالی. خود افسردگی یک مرض یا بیماری شایعه که بله. اختصاصی نیه، اختصاص به موقعیت و شرایط نداره. میتونه در کودکان، در نوجوانان و بزرگسالان، زنان و مردان ایجاد بشه. و اگر بخواهیم که افسردگی تعریف کنیم، افسردگی یک حالت خلقیه که در فرد احساس نگرانی، پوچی، بی‌ارزشی و کمبودی ایجاد میکنه. بله. ابتدا این احساس در مورد خود ایجاد میشه، کم کم در روابط زو، در رفتار زو هویدا میشه. بله. خود افسردگی که هسته مثل این باشه، ما وقتی که بعضی از بیماری ها هسته که فقط یک قسمت از بدن انسان با مشکل مواجه میشه، مثلا فردی از لحاظ جسمی وقتی بخش مثلا معده از او یا مشکل گرده داره، فقط اون با اون بخشی که گرده از او مشکل داره با بیماری او بیماری مشکل مواجه میشه. بله. اما افسردگی که هسته یک بیماری روانیه که کل زندگی فرد در مختل میکنه، فقط به یک بخش از زندگی از مرتبط نمیشه. بله. بلکه کل رفتارها از اون، زندگی از اون، فعالیتها از اون مختل میکنه. خود این افسردگی که هسته میتونه در نوجوانان، در کودکان ایجاد بشه. در کودکان بیشتر 2% در کودکان هسته که از سن 3 تا 6 سالگیه بیشتر، و در نوجوانان میتونه از سن 10 تا 14، 14 تا 24 سالگی هم میتونه در اینجا ایجاد شه، که حدوداً 5 الی 8% در نوجوانان میتونه رایج باشه. بله، چون سن خیلی مهم و حساسی هست. بله. بعد چون در کودکان میتونه، چون کودکان در حد دینی هست که اونا بیان به فکر مرگ و این افکار مرگ داشته باشن، ولی در اونا اون علایم دیده میشه. ولی در نوجوانان میتونه حس فکر کردن به مرگ باشه و حتی میتونه به افکار مرتکب به خودکشی بشن. بله. بله. فکر کنم. در واقع همه ما انسان‌ها در زندگی تا یک جایی میتونه در زندگی شکست‌های مواجه شدن. حالا میتونه هر کسی در زندگی وقتی در شکست مواجه میشه و با حس کمبودی در زندگی میتونه مواجه بشه، احساس خستگی میتونه داشته باشه، این حالت نرماله. چون بعد فرد می بعد از مدت کوتاهی به حالت قبلی خوب برمیگرده. بله. این میتونه نرمال باشه، چون افسردگی میتونه حالت خفیفی هم داشته باشه، حالت شدیدی هم داشته باشه. ولی حالت خود افسردگی، اختلال افسردگی زمانی که فرد مداوم باشه. بله، مداوم باشه، در مثلا از 2 هفته هم بیشتر میشه در اون علایم زو و کل زندگی از اون مختل میکنه و در فعالیت های روزانه از اون عملکرد ها زو تاثیر داره. بله. خب اگر بخوایم علایمی که در فرد ایجاد میشه بیم بارد بررسی قرار بدیم، این اولین علایم میتونه ژنتیک باشه. عواملی که در ایجاد افسردگی مؤثر باشن ژنتیکیان، چون ژنتیکی زمانی که فرد عامل خارجی نباشه، زمانی که عامل خارجی دخیل در افسردگی نباشه میتونه ژنتیکی باشه. بعد در کنارش میتونه عوامل محیطی، شرایط و موقعیتی که او قرار گرفته، یعنی میتونه در خانواده از او، اطرافیان از او، دوستان از او چه کسانی هستن، با او چگونه برخورد میکنه، او با چه محیطی زندگی میکنه، خیلی نقش دارن در اینکه او افسردگی در او ایجاد بشه. بعضی از محیط ها که هستن در خانه و خانواده یا اطراف دوستان میتونه
حالتهایی دارن، مثلا حس ناامیدی، افکار منفی، رفتارهای نادرست. اینا افکاری که در محیط از او که با اینها مواجه بشه بتونه در او در ایجاد افسردگی در او موثر باشن. در کنار از او میتونه خود حالتهای جسمی هم باشه، یا بیولوژیکی و جسمی، یعنی این فرد الله یک بیماری مبتلا میشه یا یک نقص در بدن خود داره و احساس میکنه که این نقص یا این بیماری او از دیگران متمایز میکنه و احساس میکنه که او فرد جدا از دیگرانه. کم کم خود از محیط دور گوشه‌گیر میشه. بله. و احساس میکنه که نسبت به دیگران کمبودی داره، حس کم ارزشی و کمی در او ایجاد میشه و این هم میتونه یک از عامل موثر باشه در ایجاد در کنار از اون میتونه عواملی مثل کمبود بعضی از ویتامین ها باشه، چون بعضی از ویتامین ها در بدن انسان که هستن باعث ایجاد شادی سرحالی در فرد میشه. مثلا بعضی از ویتامین های مانند ویتامین دی، ویتامین کا، ویتامین بی 12، بی 5 که هست، اینا هر کدام اینا ویتامین های هستن که در فرد احساس شادی ایجاد میکنن. بعد زمانی که این ویتامین ها در او کم بشه میتونه احساس خستگی و ناامیدی در او ببینیم و همچنان یک از عوامل دیگری هم میتونه کمبود محبت باشه. مثلا او در دوران و همچنان که درباره محبت صحبت میکنه فقط مختص به دوران کودکی نیست، مثلا در هر دوران حتی مخصوصا دوران نوجوانی و جوانی دوران حساسی هست و باید که والدین به محبت دادن اولاد خود توجه زیادتری داشته باشن، ولی متاسفانه ایده از والدین هستن که فکر میکنن خب طفل من بزرگ شد، دخترم یا پسرم بزرگ شد و نباید او نازدانه بار بیارم. درسته، اما این یک عقیده و ایده اشتباهی است و باید که تغییر ایجاد بکنیم در افکار خودمان، افکار گذشته را کنار بگذاریم و متوجه باشیم که محبت هم به پسر و هم به دختر باید به شکل یکسان داده بشه، مخصوصا از طرف پدر و مادر. بله دقیقاً، چون خود محبت که هست همونطور که در دوران طفولیت خیلی مهمه که او به او داده بشه، در بزرگسالی هم همین رقم، در نوجوانی بزرگی، چون آدم‌ها طبیعت دوست داشتن و دوست داشته شدن دارن. در هر سن و شرایطی که باشن دوست دارن که هم دیگه و دیگران محبت کنن و هم محبت ببینن. وقتی فرد هم در دوران طفولیت هم مثلا محبت نبینه و با کمبود محبت مواجه میشه، در آینده وقتی بزرگ میشه احساس کمبودی میکنه، احساس کم ارزشی، احساس میکنه که اون چیزی که باید باشه نیه، فردی که احساس ناکافی بودن در ایجاد میشه و فرد پرتوقع میشه. و همچنان در افراد بزرگ هم وقتی یک فردی که در خانواده و محیط زندگی میکنه که آدم ها اصلا محبت نسبت به هم ندارن، رفتارهای سرده، خب این هم میتونه در فرد بزرگسال هم میتونه احساس افسردگی ایجاد کنه. اینا خیلی مهمه. در همچنان عوامل دیگری هم که میتونه موثر باشه کمبود عزت نفسه. وقتی فردی که عزت نفس نداشته باشه احساس بی‌ارزشی میکنه، چون یکی از علایم افسردگی احساس بی‌ارزش بودنه. وقتی فرد احساس میکنه فردی که باید باشه نیه و وقتی که فردم کمبود عزت نفس داشته باشه در افسرده شدن بیشتر کمک میکنه. بله بدون شک. بانو احسان، شما در لابلای صحبت‌های خود اشاره داشتین به این که یکی از عواملی که میتونه در ایجاد افسردگی در افراد نقش داشته باشه ژنتیکی هست، درسته؟ آیا ما میتونیم مانند سایر امراض مثلا دیابت، فشار خون و غیره اینها رو تست بکنیم، یعنی به شکل تستی مشخص بکنیم که آیا فرد مبتلا به افسردگی هست یا خیر؟ خب بله، میتونه در فرد یا در کودک در هر سنی بله. که باشه میتونه این افسردگی علائمی در او ایجاد کنه. یک چیزی نباید فراموش کنیم که همیشه وقتی فرد خود احساس درد یک نعمته. زمانی که فرد احساس درد میکنه بله. دنبال این میره که او راه حل بسنجه. درد خود جلب توجه میکنه، جلب خطر میکنه که فرد متوجه خطر بشه. برای دنبال این باشه که بیای او درد که شناسایی کرده بیای راه حل بسنجه. خود افسردگی و اضطراب هم همین رقمن. اینا احساسهایی هستن که یک هشدارن به فرد که فرد باید متوجه باشه چه عواملی باعث ایجاد احساس شده و مطمئنن در روان از او یک مشکل ایجاد شده که او باید متوجه باشه و مطمئنن که این ایجاد افسردگی هم میتونه علائمی در فرد ایجاد کنه. ابتدا میتونه تغییری در ادراک و احساسات از او ایجاد کنه، مثلا نگرش از او تغییر بده، افکار از او کلن او تمایل کمتری داره و همیشه انگیزی از او به زندگی کمتره، میتونه بی هدف باشه و همچون نارضایتی از زندگی خود داره و کلن حس نگرانی، احساس پوچی، احساس بی ارزش بودن در او فرد ایجاد میشه. میتونه در او
به صورت علائم جسمی هم ایجاد بشه. مثلا در او احساس در او میتونه از مسائل جسمی که هسته، از درد، از درد سر، از بعضی از بیماری ها هم شکایت کنه، که اینها هم میتونه علائمی از افسردگی باشن. در کنار از او علائمی مثل اینکه فرد از فعالیت هایی که قبلا انجام میداد، قبلا انگیزی بیشتر داد داشت برای انجام از او، اما حالا چندان انگیزی نداره، علاقه کمتر شده، فعالیت هایی میبینیم که کنتر شده، مختل شده، اینا هم میتونن ایجاد خود افسردگی نقش داشته باشن. باشن و هم حالت تحریک پذیری از بیشتره. این حالت میگیم این علائم که هستن میتونن در بزرگسالان هم باشه، در کودکان هم هستن. متوجه بعضی از اطفال که هستن حالت تحریک پذیری بیشتر دارن یا هم بزرگسالان، حالتی که زودتر عصبانی میشن، زود واکنش نشان میدن، پرخاشگر هستن. بله، خود کودکان میبینیم بعضی وقتا حالت به زود مکررن گریه میکنن. حالا مثلا بعض وقت به یک چیز عادی هم که اصلا واکنش خیلی زیاده نشان میدن، که این هم میتونه هم در بزرگسالان هم در کودکان علائم از افسردگی باشه. فرد حالت پرخاشگری میگیره، حالت واکنشی در او ایجاد میشه و این احساس باعث میشه که فرد کلا حالت عصبی داشته باشه. و این احساسات اینا علائم هستن که در فرد ایجاد میشن، که هر کدام از علائم میتونه از نشانه از افسردگی باشه. نکته که نباید فراموش کنه اینه که حالا علائم اگر به صورت موقتا باشه و بعد از مدت کوتاهی به حالت قبلی بر بگرده، میتونه بگیم اینا یک افسردگی خفیف بوده، کوتاه اما مدت. زمان بله. ولی اگر اینها به صورت دوامدار در فرد ایجاد بشه و کلا رفتار زو، روابط زو، ارتباطات زو به هم بزنه، میتونه یک اختلال افسردگی باشه. یه فردی که افسردگی داره کلا حالت منزوی میگیره و تلاش میکنه که از محیط و اطرافیان و دوستان خود دور بشه و کلا فرد گوشه گیری میشه. بانو احسان، آیا افرادی که مبتلا به افسردگی هستن میتونن که احساسات خودشان را یعنی پنهان بکنن؟ یعنی من با یک نفر آشنا میشم، دوستم هست، در ابتدا من اصلا از حرکات از او متوجه نمیشم که این مبتلا به افسردگی هست، یعنی به شکلی او پنهان میکنه و بعد از مدتی من متوجه میشم که این نفر یک فرد افسرده هست. آیا این امکان وجود داره یا خیر؟ بله، نظر به حالت فرد متفاوته. مثلا بله. فرد نظر به او حالت که افسردگی در او شدید باشه، و یکی هم میتونن هر فردی وضع هستن تلاش میکنن مقاومت نشان بدن، تلاش میکنن که پنهان کنن. بله. چون احساس فرد وضع هستن میتونن به صورت موقتا، میتونن که خود حالت کوشش کنه خود شاد نشان بدن به دیگران، اما وقتی به کل فعالیت های زو نگاه میکنه، به احساس زو نسبت به خود زو نسبت به دیگران، متوجه میشیم که این فرد احساس افسردگی داره ولی تلاش میکنه پنهان کنه. حالا شاید نظر به شدت افسردگی زو هم باشه. اگر افسردگی زو در حد متوسط باشه، میانه شاید بتونه تا حدودی موقتا میتونه پنهان کنه. بله. اما اگه حالت شدید باشه، شما میتونه کلا در رفتار زو اون متوجه بشین. بله، تشکر. بانو احسان، برای درمان افسردگی چه راهکارهایی میتونیم ما در پیش بگیریم؟ بله، مطمئنم که هر بیماری علایم داره و هر علایم زو میتونه راهکارهایی داشته باشه که ما بخوایم اونها حل کنیم. درمان بکنیم. ابتدا راه که گفتیم یکی از او عواملی که در ایجاد استرا موثرن میتونن ژنتیکی باشن. ژنتیکی هسته، یعنی هیچ عامل خارجی دخیل نیه در ایجاد بله. زو. بعد زمانی که فردی از زمان تولد و احساس افسردگی داره و اختلال افسردگی با اونه، یکی از راهکارها زو میتونه دارو درمانی باشه. نظر به او داروهای یا دواهایی که زده افسردگی هم میتونه استفاده کنه. و هم راهکار بعدی هم میتونه روانپزشک یا روانشناسه که مراجعه کنم یک روانشناس و فرد متخصص، که بیشتر اختلال افسردگی که هست به تنهایی نمیشه حل. اگه فرد افسردگی خفیف در او باشه، شاید او بتونه به تنهایی خود بعضی از احساسات در خود تغییر بده. بله. اما اختلال افسردگی حالت شدیدیه و فرد نمیتونه که بیای او به تنهایی حل کنه، نیاز به یک فرد دیگری داره که او درمان کنه، که میتونه دارو درمانی یکی باشه و یکی دیگه هم میتونه روان درمانی و مراجعه کردن به یک پزشک یا روانشناس. و هم میتونه تغییر موقعیت و شرایط، میخوام بعضی از موقعیت ها و شرایط میتونه روی روان انسان تاثیر منفی داشته باشه، ولی اون شرایط و موقعیت رو شناسایی کنه و تلاش کنه که از اون موقعیت و شرایط تغییر مکان بده، تغییر بده شرایط خود. میتونه اگر دوستان زو باشن، میخوام دوستانی که تاثیر منفی رو روان و رفتار زو دارن، از اونها دوری کنه و از موقعیتی که فکر میکنه
موقعیت میتونه آسیب به او بزنه، میتونه از اون محیط ها تغییر بده. بله. در کنار از میتونه فعالیت های انجام بده، فعالیت های مثلا ورزش کردن، ایجاد روابط با دیگران. شاید در ابتدا مثلا احساس کنه امکان نداره، ولی کم کم میتونه اینا ایجاد کنه. نظر به تقسیم اوقاتی بعد تلاش کنه، چون اگر فردی که افسردگی داره احساس میکنه خواب درست نداره یا به کم خوابی یا به فروخوابی مواجه میشه، حالا میتونه تلاش کنه خواب خود منظم بکنه، تلاش خواب منظم داشته باشه، تقسیم اوقاتی برای خود درست کنه که در اون بتونه خواب منظم و فعالیت های روزانه درست انجام بده و تلاش کنه اون فعالیت هایی که قبلا انجام میداد و احساس خوشحالی میکرد، از اون لذت میبرد و حالا که مثلا افسردگی داره لذت نمیبره، تلاش کنه اون فعالیت هایی که قبلا انجام داشت شروع به انجام از بله کنه. بدونش که بتونه در ایجاد شادی در اون نقش داشته باشه. و هم چون گفتم که بخش جسمی هم که اثر تغذیه هم تاثیر داره، اگه فرد تغذیه درست داشته باشه و بعضی از کمبودات ویتامین ها مواجه بشه، باعث ایجاد افسردگی هم میتونه داره باشه، چون کمبود بعضی از ویتامین ها. و تلاش کنه اون ویتامین هایی که میتونن در ایجاد خود احساس شادی در فرد ایجاد کنن، از اون ویتامین ها هم استفاده کنه، یک تغذیه سالم داشته باشه. بدون شک ممنون از شما بانو احسان، به نکات خیلی مهم اشاره کردین. دوستان عزیز، سوالی که در ذهن اکثر ما و شما ایجاد میشه این هست که آیا خودمان هم میتونیم در تداوی و درمان افسردگی نقش داشته باشیم یا خیر؟ بله، بدون شک ما هم میتونیم که نقش مؤثر در درمان خودمان داشته باشیم. افرادی که مبتلا به افسردگی هستن باید وقت کافی برای استراحت به خودشان بدن و از فعالیت هایی که منجر به تاثیرگذاری سو در روح و روانشان میشه دوری بکنن. و همچنین نکته مهمی که بانو احسان هم اشاره کردن این بود که باید به تغذیه و ورزش هم توجه داشته باشن. چرا؟ چون تغذیه هم میتونه در افزایش انواع ویتامین هایی که بدن ضرورت داره نقش داشته باشه و کوشش بکنیم که از میوه‌جات، سبزیجات و مواد غذایی دریایی استفاده بکنیم تا که بدنی سالم و روانی آرام داشته باشیم. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز. تا دیدار دیگر، الله حافظ و نگهدار همه شما.